با کمال ادب و احترام درود و سلام به فرد فرد شما بیننده های ذکی و نیکبین تلویزیون سفینه. گروه جادی تصمیم گرفتیم این هفته اطراف موضوع پیام پیشوای ملت، راهنمای خلق برنامه تهیه بسازیم و دعوت نمودیم یک زمره آموزگاران و دانشجویان فعال را از دو فکلته دانشگاه ملی تاجیکستان، از فکلته تاریخ و از فکلته حقوق شناسی و همچنین دیگر متخصصان را. من قبلا شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی تلویزیونی سفینه. پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مقام عالی قانونبرار اساسا تدبیر است که از آن نقشه های آینده کشور، هدف و سمت رشد ساحه های مشخص مطرح میگردد. پس میتوان پیام پیشوای ملت را راهنمای خلق معنی داد نمود. پیام همه سرایی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه می نمایند، این یک صحیفه نو تاریخی در دوران استقلالیت کشورمان به حساب می رود. در پیام همه ساله وضعیت اقتصادی و اجتماعی مملکت مورد تحلیل قرار می گیرد، کمبودی ها آشکار گردان می شوند و در این وسیله با وزارت اداره داخل دور، تشکیلات مؤسسه کشور سفارش های مشخص آید اصلاح کمبودی و رشد ساحه های مختلف حاجگی خلق جمهوری تاجیکستان داده می شوند. وابسته به این همه وزارت اداره داخل دور در اساس سفارش ها دستور هدایت های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقشه چهاربینی‌های داخلی اداره وی تهیه می‌گردند، تصدیق می‌نمایند. در نقشه چهاربینی‌ها مسئولین مهلت اجرا معین کرده می‌شود و هر سه ماه در مجلس‌های جمع‌بسته آید به رفت اجرای دستور سفارش‌های سردار دولت که در پیام همه‌ساله ارائه شده بود مورد تحلیل و مورد بررسی قرار داده می شود. در کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که من نماینده آن می باشم، باید قید نمود که در پرتو پیام های پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان برای رشد منبعدی ساحه ساختمان و شهرسازی استراتژی رشد ساحه ساختمان جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 تهیه گردید و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان 27 اپریل سال 2022 تصدیق کرده شد. و در این استراتژی من بعد باز هم تقویت بخشیدن به کارهای آبادانی سازندگی به ساختمان چهاربینی‌های مشخص آورده شدند. از جمله با طلبات موثر مطابق گرداندن حجات‌های معیاری تکنیکی، معیار قواعد ساختمانی، در آنو استفاده نمودن تکنولوژی نو موثر و به اینو باید گرفتن انانه های ملی معماری و نیاگان سپارش های مشخص وظیفه گذاری کرده شدند. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همه ساله به مجلس عالی در مجموع درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی پیشان می شود و 28 دکمبر سال 2023 همزمان یک سال 2023 با سالهای قبلی جنبست شد، دست آورد ها و مشکلات ها و راه های حل مشکلات آینده و برای سال آینده، برای سال امسال چاره‌های مشخص نقشه چاره‌بینی ها به نظر گرفته شد. بله. و در سر آغاز پرزیدنت جمهوری با خوبی تاکید کردند که وضعیت مرکب جهان، تیزدونشایی اوضاع، بیشتر گشتنی همگان میبینیم، مشاهده میکنیم، بیشتر گشتنی میدان های نبرد و همزمان تأثیر کووید 19 حالا هم که از بین پر رفته است و همزمان در دو سال قبلی که تاجیکستان و در مجموع جامعه جهانی با همدیگر رفت آمد کمتر داشتند، با همه این مشکلات نگاه نکرده با زحمتی خوب مردم تاجیکستان سال 2023 رو می توان گفت با خوبی جنبست کرد. بله. و همزمان تاکید کردند که در هفت سال قبلی به یک قطار دستاوردها رسیده در محور پیام پرزیدنت کشور، چون همه ساله پیش از همه نیکو احوالی خلق میستد. تمام سیاست داخلی و خارجی رهبریت دولت، حکومت و دیگر مقامات ها برای بهداشت زندگی مردم روانه شده ایستاده است و مثال های مشخص آورده شدند که تاجیکستان به رشد استوار از سال 2000 سر کرد.
بله. اگر سالی 1992 تا سال 1997 مثلا جنگ شهروندی بود و تا سال 1999 عاقبت های اون برطرف کرده شده ایستاده است، از سال 2000 بروش استوار گذاشته و در این مدت در همه سمت پیش از همه دستاورد بزرگ استقلالیت تحکیم یافت. تحکیم استقلالیت رو وحدت تامین کرد. وحدتی کل به ما امکان داد که در همه سمت و سوها به شک شبه به کامیابی نائل شویم. و عمری در زمان سویسکلوی عمری بیان کردم رهبری دولت که 6 سال عمر انسان در تاجیکستان زیاد شد، با 76 بیشتر نویل شدیم و اکنون در نزدی جامعه همچنین وظیفه گذاشته شد که اگر 76 باشد چرا 96 نه؟ یعنی در سالهای من بعد آنچه که حاضر مهمان گرامی قید کردن، راه، ساختمان، نقلیات، معارف، اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست داخلی خارجی برای زندگی شایسته که مردم شریف تاجیکستان بارها رهبر دولت بیان کردن که ارزنده هستند به هم روانه شده است. از این خاطر ما میبینیم که در همه سمت کامیابی هستند و چون این که از نماینده ساختمان بودن در این ساختمان یا رو هم پرزیدنت کشور در پیامشان تاکید کردن که مثلا با صفت سازید، یک کیلومتر راه نه بلکه 500 متر سازید، با صفت سازید برای سالهای بعدی. بله. برای همین مثلا میگیم شما نگاه میکنید که یک سمتی که به نهایت به آن کامیابی بزرگ رو ما نایل شدیم، این آیسته آیسته کم کردن سطح فقر است. بله. بیان کردن که بیش از 83% اهالی کشور در حالت فقر قرار داشتند و در چند سال اخیر آن 62 بیش از 62% کم کرده شد. این میتوان گفت که تقریبا 4 مرتبه سطح قشاقی کم شده است، اگرچه بیش از 21% را حاضر تشکیل میدهد، ولی در سالهای من بعد باز هم این را از بین بردن در کار، برای که همه میدونند آنجا که فقر است، آنجا که فقیر است، راه بسته است، معارف بسته است، اقتصادیات بسته است. برای این مشکلات اساسی اول پیش از همه در زمان استقلالی این آرام کردن بود، بعد از آوردیم وحدت پوره شد، استقلالیت کامل گشت. در سمت های دیگر معارف، اقتصادیات، در مجموع سیاست داخلی و خارجی ما رشد استوار را میبینیم. واقعا هم پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری راهنمای خلق است، چون که وقتی که با پیامی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نظر می افکنیم، یگان سمت نیست، یگان بخش نیست که آن را فراگیر نباشد و به خاطر گرامی داشتی سند مهمی دولتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان نمودند که مضمون و ماهیت معرفت حقوقی نه تنها از ماهیت و مضمون حقوقی عبارت است، بلکه انعنه‌های تاریخی را نیز در بر می‌گیرد، از قبیل آداب، اخلاق و دیگر انعنه‌های تاریخی که به معرفت حقوقی وابستگی دارد و خود معرفت حقوقی این فعالیت عقلانه انسان و داشتن دانش‌های حقوقی او میباشد. یعنی که پیش از همه باید گفت که ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی کند و باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حقوقهای خود بهره‌ور باشد. دانستن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش از همه، همه معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و همچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و قانون جمهوری تاجیکستان درباره وطن دوستی را باید که رعایت نماییم و در رعایت نمودن این قانون ها ما خلق تاجیکستان باید پیشاهنگ باشیم. و یکی از سمت هایی که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت های اساسی سیاست خارجی و داخلی جمهوری در بر میگیرد، این بخش زنان میباشد که همه ساله بهر بلند برداشتن موقع و منزلت زنان در جمهوری تاجیکستان بسیار سنت ها از قبیل سنت های داخلی و بین المللی قبول میگردد و مانند فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن موقع زنان در جمهوری تاجیکستان، همچنین کنونسیه بین المللی درباره همه گونه شکل های تبعیض، همه گونه بر هم دادن همه گونه شکل های تبعیض نسبت به زنان، که این هم میتواند برای بلند برداشتن نقش زنان اهمیت داشته باشد و اصلا در جامعه
پیشرفته و دولتی حقوق بنیاد ان همین بلند برداشتن معرفتناکی زن در تمام جهان اهمیت دارد. یعنی که اگر زن معرفتناک باشد می تواند نه تنها فرزند خود را درست تربیه نماید بلکه جامعه را درست تربیه کند. یعنی که زنان باید که پیش از همه در آیله معرفتناک باشند، به زیاده روی، به حروفات روح ندهند و پیش از همه باید به رشد کردن هنرهای مردمی اهمیت دهند که این همه وابستگی دارد به معرفتناک بودن زنان. و همچنین معیار کنیسیای جمهوری تاجیکستان ماده 17 آن مقرر میکند که زنان و مردان برابر حقوق هستند و نوابسته از دین، ملت، نژاد، وضعی مال و ملک زنان و مردان برابر حقوق می باشند. و امروز ما زنان تاجیک شکرگزار از آن هستیم که در جاده قانونگذاری یگان مشکلی نداریم و در برابر مردان امروز زنان نیز در تمام مقامات های قدرتی و دولتی از جمله قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده ایستادند. و دیگر سمتی که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برگیرنده است این سمت جوانان می باشد. جوانان که دوام دهنده نسل کهنسال هستند و فعالیت نسل کهنسال را دوام می دهند باید که پیش از همه به زبان آموزی مشغول شوند و دانش خود را مکمل گردانند. البته تصور کنید که پیام رهبر دولتی همساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ایران میگردد، اون هم خصوصیت اداره کنی دارد، هم خصوصیت تربیوی دارد، هم خصوصیت اخلاقی دارد و فروگیری نه تنها مقامات دولتی، دایره محدودی مقامات دولتی، بلکه فروگیری جامعه کشور، تمامی قشرهای جامعه، خصوصا جوانان نورسان که در بالاتر معلمه عزیز اویدی که یکی از جوهر اساسی خود پیام پیشگوی موزه ملت رو این اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی که تربیتگری تمامی پیر و برنای مملکت می باشد، زیرا در زمینه کنستیتوسیا، در زمینه قانونهای جمهوری تاجیکستان فعالیت نمودن منصبداران، شهروندان، خلق تاجیکستان این مقصد نهایی خود پیام پیشگوی موزه ملت است. و در چطور شما میدونید پیام پیشوای معظم ملت فراگیری نه تنها یک سوهای اقتصادی، نه تنها یک سوهای اجتماعی، بلکه فراگیری تمام سوهایی که از سیاست داخلی و خارجی مملکت برمیاد. از این رو ما که بلاتر هم پیام رو همچون یک راهنمای خلق نام بردن و همین پیام توسط یک چند مکانیزم هایی که قانونگذاری مقرر نموده است عملی کرده می شود. پیش از همه بلوتر استادم که نام بردن، بعد از اونی که پیام ایران می گردد تمام مقامات دولتی دولتی و تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان در زمینه پیام همه مقصد و هدف های خود را عملی می سازند. پیش آمد در دایره نقشه چورابینی که خود مقامات دولتی یا شهروندان در فعالیت اجتماعی یا که در آیله، در جای کار، در مناسبت با اطرافیان، در کوچه، در زمینه پیام که آنها نیز عهده‌دار می‌گردند، در زمینه این یا اون نقشه چورابینی که آنها سالیت ترتیب دادن نقشه چورابینی از جانب آنها برای آماده می‌شود، مقصد و هدف‌های خود را عملی سازند. خب ببینید، من از ارائه اندیشه شما چی پی بردم؟ یعنی در دایره قانون زندگی کردن این حلاوت دیگر دارد، چون ما اصلاح زندگی می‌کنیم، پاکیزه زندگی میکنیم، به شبه زندگی میکنیم و به واسطه اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی هم بدون خاطر است که جوان کشور و من همه نسلی که در همین جامعه آباد و آزاد زندگی میکند در دایره حقوق زندگی کند، در دایره کنستیتوسیا زندگی کند و برای پیشرفت زندگی خیشش، برای یک زندگی زیبا داشتن خودش از قانون، از مقرراتی که البته تهیه گرده است، آگاهی خوب داشته باشد. واقعاً پیام یک تاریخ است. محترم پرزیدنت کشور در پیام سالانه خود تاریخ 30 سال استقلالیت کشور را بیان می نماید، نه اینکه یک چند سال اخیر، بلکه 30 سال استقلالیت کشور را بیان می نماید. و امروز ها که در تمام مؤسسه های عالی کسبی فن تاریخ، تاریخ معاصری تاجیکستان آموزانده می شود، برای دانشجویان ما می توانیم از این پیام همه ساله پرزیدنت
سنه‌هایی که در آن گفته می شود و آن چیزی که در پیام پیشوه ملت ابراز می دارند و ما می توانیم برای دانشجویان آن را یک تاریخ ابراز داریم و دانشجویان هم می توانند این پیام همساله پیشوه ملت را همچون یک تاریخ دوره صاحب استقلال با خود از خود کنند و برای پیشرفت خود جهد و تلاش نمایند و این راهنمای خلق و راهنمای دانشجویان شده می تواند. چه طوره که به تمام خرد و بزرگ شهروندان جمهوری تاجیکستان معلوم است، سال 2024 در پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون سال معرفت حقوقی اعلان گردیدند. در حقیقتن هم اگر از جهتهای گوناگون نظر افکنیم، پیام های ایراد گردیده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سری وقتی می باشد. یعنی تمام همین موضوع ها تمام سمت های سیاست دولت را معین می نماید. برای آنکه ماهیت این پیام را ما درک نماییم، اولا ما باید بدانیم که معنای کلمه معرفت خود چی می باشد. یعنی کلمه معرفت این یک ویژگی داشتن در یگان سمت، آگاه بودن از یگان سمت، علم و دانش. مثلا هست معرفت اکولوژی، معرفت حقوقی و همچنین معرفت حقوقی چنین معنا دارد که آگاه بودن از تمام قاعده و قانونهایی که در جمهوری ما قید کرده شدند، آگاه بودن از تمام معیارهای کنستیتوسیا، از تمام قاعده هایی که از تمام قانونهایی که در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان مستحکم کرده شدند، ما باید همه اونها را بدانیم که این را مفهوم معرفت حقوقی معین می نماید. برای دانستن معرفت حقوقی و یا اینکه دانشهای حقوقی نه تنها کلان سالانی کشور بلکه از نسل نوراز از خردسالان این شروع می‌گردد، زیرا در جامعه امروزه از نسل خردسال تا به نسل کلانسال کشور به تمام موضوعهای وابسته به حقوق انسان دوچار می‌گردند. دانستن دانش‌های حقوقی برای چی مهم می‌باشد؟ برای آن مهم می‌باشد که اولا انسان حقوق‌های دیگران را رعایت، اعتراف و حفظ نماید، بعداً از حقوقهای خود برخوردار شده از آنها بتواند که حقوقهای خود را طرفداری نموده حمایت نماید. برای همه این دانش ها، همه این ملکه، برای به این معرفت حقوقی نایل گردیدن، اولاً انسان باید قانون اساسی، یعنی یک سند حقوقی، سند تاریخی کشور، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را باید داند که تمام تقدیر کشور، تمام آینده کشور، امروز ملت ما، فردای ملت ما در سرقانون کشور ما، کتاب معین کننده زندگی با معرفت، زندگی آسایشته، یعنی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان می باشد. همه پیام هایی که همه ساله جنوبی اساس گذاری صد وحدت ملی پیشوای ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را می گردند، پر رخت با سوی اجتماعی در اون کرده شده است. پورا البته اون نه تنها با سوی اجتماعی، البته سوی ماموری و سیاسی رو دبر بگیرد. اما شما توجه کنید از آغاز پیام پیشوای معظم ملت با سطح اقتصادی دولت توجه کرده، اون رو با تامین معاش شهروندان خاتمه میدهد. یعنی از سطح اقتصادی آغاز نمودن و با مساله های معاش و بلند برداشتن سطح معاش توجه نمودن روبر دولت، این البته از خصوصیت اجتماعی بودن خود پیام پیشوای معظم ملت درک می‌دهد. و بالاتر استاد محترم ذکر نمودن به مسائل معارف، به مسائل تندرستی، به مسائل نفقه، بلند برداشتن معاش تمام کارمندان کرایه، تمام شهروندان که در مناسبت مهنتی قرار دارند، این یکی از هدف‌های اساسی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. پیش از همه که در کنسل جمهوری تاجیکستان دولت اجتماعی اعلام نموده است و برای تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان شرایط زندگی ارزنده را فراهم آورده است، این یکی از کفالت های کنسلی همین دولت است. این میتواند که یکی از خصوصیات دولت اجتماعی را در بر گیرد. از این رو تمام
پیام هایی که از جانب پیشوای مجلس ملل تماسولا که ارائه میگردد اون البته خصوصیت اجتماعی دارد، خصوصا در خصوصی تمام مردم تاجیکستان تماسولا با همه در نظر با در نظر اجتماعی بودن خودی پیام تماسولا تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان منتظر ارائه گردن خودی پیام روبر دولت میمونند، زیرا هستی اونها رو در بر میگیرد، تمام وجود اونها رو در بر میگیرد، هر روز اونها رو پیام روبر دولت فرو میگیرد، خصوصا در خصوصی بلند برداشتن نفقه معاش کارمندان استیپندیاها که فروگیری تمام اونهایی که با دانش با علم سر و کار دارن فروگیری اون فروگیری اونها است. البته نفقه نه یکی از مسائل بسیار مهم است که این با کاتگوریای شخصانی نسبتاً معیوب، نسبتاً شخصانی کم بضاعت، شخصانی نسبتاً با پول، با مال، با حیاتی ارزنده زندگی که در دورانی برای آنها احتیاج لازم هست بسیار نگرانده شده است. و یکی از مسئله های مهم در پرتوی پیام اساسگذاری صلح وحدت ملی این البته مسئله معارف است، خصوصا روبر دولت در پرتوی پیام قید نمودند که به معارف، به علم، به دانش در اداره کنی دولت یا که هستی دولت غیر امکان است. از این رو به مسئله کادرهای بلند اختصاص خصوصا در هر یک برآمد خود روبر دولت خصوصا در پیام به مسئله زبانهای خارجی توجه میکنند، از تمامی پیشرهای جامعه از تمام جوانان دعوت به عمل میورند که زبانهای خارجی خصوصا زبان روسی و انگلیسی رو تمام نورسان جوانان باید چیکار کنند از بر کنند. و شما چی خیلی که میدونید در زمینه پرتوی در پرتوی پیام روبر دولت تمام کارخانه مؤسسه تشکیل این روز نقشه چرا بینی کردند، اونها با آموختن زبان انگلیسی با آموختن زبان روسی تمام کارمندان خود و در تمام مؤسسات تحصیلات عالی کسبی در تمام مؤسسات تحصیلات میانه عمومی باشد، باز آموختن زبان انگلیسی نقشه چرا بینی نو با دید نو با نظر نو روی کار آمد و تمام شهروندان این روز میتونه که و باور دارم که الکی این مسئله حل خود رو یافت، اکثریت جوانان، اکثریت نورسان، اکثریت مردم ما البته با از خود برای از خود کردن زبان انگلیسی کوشش ها کردن و البته با اون سرفراز گردیدن. تاجیکستان که از کنسوی برمیاد دولت اجتماعی است و اجتماعیات همه سمت ها روانه شده است، همش برای بهداشت زندگی مردم است. برای این در برای چهار هدف استراتژیک بیان کردن، در برای محتوای کنسوسیا تاجیکستان از اون چگونه برمی آید، برای اون که تاجیکستان رشد کند همه سوها باید رشد کند. یگان سوهایی که اگر کلاویش باشد، مشکلی باشد، سوهای دیگر رو می دارد. برای همین اهمیت می دهد طوری که در برای ساختمان مشخص گفتن مثلا سر میکنن اول متخصص در کند در ساختمان در دیگه جو با معارف. برای همین پرزیدنت کشور غیر از اون چیزی که در پیام خواندن همچون در وقتی برآمدشان اینچون اشاره ها کردن، تاکید کردن که اگر خلق بی سواد باشد پس احوال رو بید. من یک مثال مشخص میارم، شما تصور کنید که در افغانستان همسایه که بیش از 42 میلیون اهالی دارد عین حال 70% بی سواد است. از این حساب تنها 15% دختران صاحب سواد است. شما در اینجا دختران دانشجویان معلم های ما رو میبینید، 3 میلیون بیش کودک و نورسی که سین سالش رو به مؤسسه تحصیلات رفته است دور ماندن، فراگیر نیستن. یک کشوری همسایه ما رو همگی یک دریا در بعضی جای ها چند قدم رو جدا میکنن، ولی دو خیل زندگی است. افکار مردم رو من نمیگویم، فهمیش رو نمیگویم، خرافات رو نمیگویم، تعدیدهای یکی از اینه نمیگویم، برای مقایسه میگویم. در کشورهایی که حالا جنگ دوام دارد شما نگاه میکنید که در اونجا چی نمیرسد؟ صلح نمیرسد. از چهار هفت عبارت است ولی اون بسیار ارزش بلند دارد. البته وحدت نمیرسد. برای همین در اینجا درست تاکید کردن چهار هدف استراتژیک به مثل یک زنجیره طلایی به هم پیوست است. ما باید اول با هم پیوستیم، تمام راه ها، نقب ها، کپروک ها، ما با خارج شدن و با هم افغانستان در زمان سایسولی 5-6 پولی بزرگ ساختیم، کپروک های کلان ساختیم که رفت آمدی دو جانب را در سطح بین خلقی باید یک زمانی می توان گفت که راه بسته بودند تاسیات یاد. و همزمان برای ما لازم بود که صاحب یک پاره نان شویم، امنیت ازقواری در نظر شاید جوانان عادی نمود، خیر خوراک از یک جا می بیارن نه آخر. دولت های ابر قدرت در سال جنگ شهروندی شما میدونید که حاضر خوراکی را میارن که مهلتش کهنه است، ضرر رسان است،
با جنین با عقل انسان ضرر میرسونه. برای این امنیت عضوقواری است. مسئله امنیت عضوقواری این مسئله عادی نیست. خوراک این هستی ما رو تامین کنه، باید وای امنیت داشته باشد. همچنین انرژیتیکا روشنی، تولر شما روشنی، به روشنی چیکار کردن میشد؟ راه میکشد با صنعت کنونی کشور. برای همین شما نگاه میکنید 4 هدف پایگیرانه، مثلا 3 هدف عملی شد و خوش خبرم روبری دولت دادن که سال 2025 یعنی سال آینده اگریگات سیمی مثلا میگه نیروگوی برقی آبی روغون با کار میدراید، نه اینکه اقتدار انرژیتیکی ما میافزاید، بلکه ما توسط تبریک مهمونی گرامی شروع کردیم، توسط مثال کس هزار با کشورهای دور با برق تاجیکستان امروز نیاز دارد، افغانستان، پاکستان، حتی جنوبی روسیه و هندوستان، حتی در برابر این کشورهای همسایه‌مون تری شروع کردن ازبکستان و چین. شما نگاه میکنید که یک دولت از نگاه اگر مساحت گیریم نسبت به کشورهای همسایه‌مون ما موقع معین داریم، ولی کارهایی را که در سطح جهانی 4-5 پیشنهاد رهبری دولت در مسئله آب قبول شدن تا حفظ پریاخ ها تصور کنید. برای همین شما درست سوال دادید که این پیام مثلا میگیریم هدف های همه جانبه اگر دولت رو در بر گیرن پیش از همه برای نیکو احوالی است، برای معارف باید تقویت یابد، سایه تندرستی رشد کند، مردم از مثلا فقر براید، از نادوری براید، صنعت استوار باشد. برای این دلایل زیاد است. در هر سمت پرزیدنت کشور گفتند که مبلغ گذاری پس از سال 2000 حتی در 5 سال آخر 7 سال آخر افزود، به مراتب افزود. بارها بارها اشاره کردن پرزیدنت کشور که وقتی که کار رو به صفت رئیس شورای شورای عالی جمهوری تاجیکستان سر کردن در بودجه دولت 300 میلیون دلار است. حالا در بعضی بخش ها چند میلیارد سومونی سفربر می شود تا هم ساحه ترقی کند، کمیته، وزارت، در مجموع پس هر یک گفته انسان می شود. انسانی که در تاجیکستان به زندگی شایسته ارزنده است. البته هر پیامی پیشوای ملت را تماشا میکنیم، گوش میکنیم. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمان رحمان همیشه ذکر میکنند که نسل جوان کشور را ما باید درست تربیت کنیم. در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی، احترام به بزرگ سالان و توانیم که واقعا همین نسل نورس و جوان را دانشمند کنیم. یعنی مقصد یگانه و پیشنهاد یگانه پرزیدنت محبوب کشور ما هم همین است که اگر نسل جوان و نورس کشور دانشمند باشد، از این همه شرایط هایی که در وطن محبوب ما هست استفاده ببرد، ما با کامیابی های زیاد نایل میگردیم. چون اگر یک نفر دانشمند باشد میتواند برای خود یک زندگی خوب بسازد، برای فرزندان خود یک زندگی خوب بسازد و با این همه غمخواری هایی که پیشوای معظم ملت در حق ما نسل جوان میکند، با اندیشه شما همچون فردهایی که تربیتگری ما نسل جوان هستید، امروز جوانان باید چیکار کنند در جواب با این همه غمخواری ها؟ چگونه مناسبت داشته باشند؟ چگونه با کتاب آشنایی داشته باشند؟ چگونه آینده خود را بسازند؟ چگونه در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز همچون فرزندان همین مادر رمزی همان سهمگذار باشند؟ به نظر شما خواندن در کار. بله. برای همین معارف در جای خیلی مهم در پیام پرزیدنت کشور میایست که تعلیم شما تصور کنید که طوری که معلمای گرامی بیان کردن اینجا دانشجو دختر اظهار کردن شرایط هایی هست از آن استفاده کردن در کن. در زمان صاحب سخلالی حاضر اگر مثلا بیش از 41,000 دانشجو در خارج کشور تحصیل کند زیاده از 11,000 آن دختران است. برای این پرزیدنت کشور در پیام های قبلی هم در صحبت های الهیده هم بیان کردن به ناحیه دوردسته این وقتی رفتن گفتن مثلا در آن جاهایی که دختران را در سالهای گوناگون صدی راه میشدن برای تحصیل تعلیم میگفتن مثلا یک کلینی شما دختری شما بیمار می شود اگر طبیب از این بین شما دختر نباشد کی توبت میکند؟ شما از نگاه سنتی نظر میکنید با دختری شما دستش را داشتن نکند دورو گذراندن کی مرد شما جایز نمیدونید. شاید حالتی هست که یک عملیات جراحی گذرانده شود و غیره و غیره و غیره. برای همین ما با دانشجو دائم تاکید میکنیم که دانش برای همین در حقیقت از گذشته دور تا امروز میگویند که دانش اندر دل چراغ روشن است. شما بیهوده این گفته های ابو عبدالله رودکی بیهوده نیست. اگر چراغ دل باشد پس راهنما به سعادت رسیدن توسط دانش است. همه بزرگان عالم توسط
سعی و تلاش و دانش از خود کردن به جای رسیدن و به جای میرسن و تصادفی کسی به یک منصبی هم رسید بر کنار میشه، چون که در هر سم دانشمند در همه دور زمان صاحب اکرام است، دانش از بر کردن. برای ما همه وقت تاکید میکنیم که بها یک مثلا میگه دانشجو وقتی که بال خول میگه یا بها میگه این نسبی است، ولی دانشی واقعی کدام دانش چقدر دو خودش میدونه. ما تاکید میکنیم پیوسته میگوییم که مثلا میگه سنجش است، امتحان است، این دیگر مسئله، ولی در مدت 4 سالی که شما مثلا روزانه تحصیل میکنید یا غایبانه، همین مهلت قلای است که شما مثلا میگیم کسب آینده خود رو اساس آن رو از خود کنید. در آینده با اویله دار شدن با زینه های دیگر گذاشتم، این گونه امکانات رو با شما خودتون پیشنهاد کردن نمیتوانید. بله، برای همین فقط سعی و دانش. و امروز میبینید بله گلمن میشن نسل کلانسول که دانشجو با اینترنت با سایت های گوناگون میدارن وقت زیاد مثلا میگیم سپری میشه، ولی دانش همون اینترنت و هم سایت هم البته اهل سواد آفریدن. اکنون از این دستورهای تکنیکی ثمرانک استفاده کردن. برای همین شما نگاه میکنید با اینترنت دارید هزارها کتاب در شکل الکترونی، با کتابخانه رفتن لازم نیست، در نوبت ایستادن لازم نیست، گرفته خوندن در کار. به سبب نیست که پرزیدنت کشور اعلان کردن آزمون های انیس کنجیتان های کتاب است، فروغ سرپیدان های کتاب است، اساس کتاب است، اساس دانش کتاب است. اینترنت هم خوب است، لیکن کتاب بود تماما دیگر است، کتاب خونید. در حقیقت هم امروز نسل جوان را این گفته ها وادار می سازد که در تمام آزمون ها بمانند آزمون های جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من، همچنین آزمون های دیگر بمانند شاهنامه خوانی، تاجیکان آینه تاریخ ملت اشتراک نمایند. و امروز من شاد از آن می گردم که خود یک همچون آموزگار جوان وقتی وارد اودیتوریا می شوم، وارد صنف خانه می گردم، اکثریت شاگردان ما هستند که در همین آزمون ها اشتراک میکنند، حتی برنده شاه جایزه نیز ما داریم از فکولتت و خرسند میشویم که جوانان ما به دانش امروز داده شده هستند و پیوسته کوشش میکنند که علم آموزند، زبان آموزند. سالی ما را پیشوا گفتاو نکو، معرفت آرا بود عمری طلو، از حقوق آدمی اهدای ما، پیشوای زندگی فردای ما. اهل قانونیم و عشق و آرزو، همت ما را نشاط و آبرو، ملت ما معرفت آرام، اگر خاک ما پرورده اهل نظر. سپاس میگویم به همه شما برای آمدن، برای اشتراک، و یک سرزمین سپاس دیگر به بیننده های واقعا دانشمند ما که وقت میوبند و برنامه های ما را تماشا میکنند. موفق و سربلند و کامگار باشید، خانهتان پر از گندم باشد، زندگی شایسته را برای همه تان آرزو میکنیم با امید موفقیت هر کدام ما و شما و با امید ابدی بدون صلح و ثبات در کشور آفتابی همون تاجیکستان بهشت و سو رسیدیم به انجام. تا دیدار نوبتی عزیزان، خدا و نزدیکانتان را احتیاط کنید.